یعنی چیزی اینجا برای بیک کردن وجود نداره، ولی ما بیک میکنیم. سلام بچه ها، خوش اومدین. همونجور که از اسم ویدیو متوجه شدین، من امروز میخوام به ترتیب حروف الفبا آرایش کنم. یعنی چی؟ من چند روز پیش حوصله‌ام سر رفته بود و داشتم داخل یوتیوب میچرخیدم، برخورد کردم به یکی از ویدیوهای قدیمی نیکی توتوریالز. بعد یادم اومد که چقدر قبلا ویدیوهاش خوب بود، من آموزش میکاپاشو همیشه نگاه میکردم و اینا. راستش گفتم که بذار برم ببینم مثلا قدیما چه ویدیوهایی میذاشته و خیلی خوب بوده و مثلا باز بشینم نگاه کنم. و دیدم که یه ویدیو درست کرده به نام الفابتیک نمیدونم میکاپ چالنجی همچی چیزی. اینجوری بودم که ویدیو رو نگاه نکردم. اوکی. به خاطر همین حتی نمیدونم که واقعا اون چالشی که اون انجام داده همینه، یعنی همین کاری که منو خواهم انجام بدم، یا یادم مثلا کاملا یه چیز دیگه بوده. و به سرم زد که بیام بشینم اینو انجام بدم. خب نیکی توتوریالز، ما حالا بهش میگیم نیکی، انگار پسر خالمونه. چی گفتی؟ نه میخوام ببینم چی گفتی. نیکی جون، کاری که احتمالاً انجام داده اینه که مثلا به انگلیسی اومده الفا، یعنی الفابتو چیز کرده دیگه، الف با آقا جان، الف با، الف با رو سر هم چیده و مثلا اوکی کرده و اینا. ولی ما میخوایم به فارسی این کارو انجام بدیم، یعنی کرم پودر میشه فاوندیشن. ممکنه که اون مثلا استپ سوم یا چهارمش باشه، ولی کرم پودر مال ما تهمه هاست. به خاطر همین گفتم که بیام به صورت فارسی این حالت الف با رو انجام بدم. و خیلی هم عجیبه، به خاطر اینکه این ایده تا حالا به ذهن خودم نرسیده بود، با اینکه خیلی واضحه. و وقتی که این ویدیو رو دیدم گفتم که تو چجوری به این فکر نکردی. خلاصه که همه لوازم آرایشمو اینجا، حالا نمیدونم که شما میتونید به فکر، نمیدونم که بتونید ببینید، ولی همه لوازم آرایشمو اینجا به ترتیب چیدم و مثل همیشه دفتر ایده هام اینجاست و توش ترتیب اینا رو نوشتم. This notebook بچه‌ها، این دفتر اگه به دست کسی بیفته به خدا، یعنی اصلا ایده های میلیون دلاری داخل اینا. وا، پس چرا زودتر با آدم نمیگی؟ آه، خلاصه که بریم، من دوباره دفترمو میذارم اینجا قشنگ جلوم باشه و شروع میکنیم دونه دونه میریم. کاری که من انجام دادم این بود که نشستم تمام مراحل لوازم آرایشمو به ترتیب انجام دادنشون برای خودم نوشتم و بعد طبق حروف الفبا اینا رو مثلا مرتب کردم. ما اولین کاری که باید انجام بدیم سیتینگ سپری هستش، یا اسپری فیکس که اسمش روشه. یعنی چی؟ فیکسینگ سپری یا سیتینگ سپری، یعنی وقتی که کاملا میکاپت تموم شد اینو میزنی. بله میدونم، میدونم که خیلی ها از این به عنوان چیزم استفاده میکنن، به عنوان پرایمر و قبل از آرایششون میزنن که ماندگاری آرایششون بره بالا. خب ولی it's a setting spray، و یعنی من آخرش نمیتونم اینو بزنم؟ نه، پس الان باید بزنم. از این اسپری فیکس اربن دیکی میخوام استفاده کنم، all night ها، و خودمونو باید بزنیم. و اینجوری شد که مرحله آخر آرایشم تبدیل شد به مرحله اول. مرحله بعدی برق لبه. به آره، از این برق لب مورفی میخوام استفاده کنم که یکم میزنم به لبم. چه خوشگله، وای تنهایی هم خیلی خوشگله ها. از بعد موقعی که آرایش ندارم بعد از این استفاده کنم. ببین تو ویدیوهای این شکلی ما به چیزای خوبی هم میرسیم، همش بدی و زشتی که نیست. البته خنده‌اش مال شماست، بعد بختیاش مال منه. مرحله بعدی پرایمر هست. یاس. خدا رو شد پرایمر نیفتاد برای قسمت آخر. امروز میخوام از این پرایمر بذارم تمیزش کنم. از این پرایمر شیگلن میخوام استفاده کنم. Birthday Skin Primer. مرحله بعدی پرایمر چشمه که البته این به درد نمیخوره، ولی ما بازم ازش استفاده میکنیم. البته با یکی از بچه‌ها که صحبت کردم، یعنی با شاهین که صحبت کردم، بهم گفتش که شاید به خاطر گرمانای کوچولو نمیتونم فارسیشو بگم، فرمولا، اوکی، فرمولا شاید تغییر کرده باشه. برامون مهمه که کار نمیکنه. نه، همونجوری هم که احتمالاً میدونید دیگه همتون، من کلی کلی فارسی خوب نیست، برای همینه که نمیدونم فرمولا چی میشه اصلا به فارسی. I have no idea. و این آدم هایی رو دیدی که تازه از خواب مثلا سه ماه، آقا سه ماه ما میگیم یه خیلی زیاد، حالا ما نمیگیم مسافرت، که در بعضی از موارد دیده شده که طرف رفته یه مسافرت یه هفته ای. خب مثلا بعد از سه ماه از خارج میاد، بعد میگن وای تهران چقدر تاریک. گیوسا دو روز پیش تو سعادت آباد تو دیده میشدی، با بچه ها داشتید قدم زنی میکردی، پراکنده بودی داخل سطح شهر. الان داریم تهران تو تاغول کرده. چرا داریم منه بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ خب بچه الان دارم این یارو رو یکم بلند میکنم. به نظرتون که شاهین بهم گفتش که به خاطر گرما یکم فرمیولاش تغییر کرده، اگه بذارمش تو یخچال اوکی میشه؟ نمیدونم بچه، دارم شوخی میکنم و فکر کنم من دارم جدی میگم، از شانم واقعا کار کنه. نمیدونم، چون میدونی که مثلا ترامپ گفته بود که اگه میخواید کرونا نگیرید چیز بخورید دیگه، شیشه شور الکل، از این الکل ها. بچه نکنید این کارا رو بچه. البته بعضی از این مردم هم یه کوچولو شوت بودن، رفتن این کارو کردن بعد مردن. تو الان داغی، حالیت نیست،
ما یک نفر داشتیم که قهرمان المپیک بود، یک شب نیومد فیزیو، مرد. دور از جون شما، ولی خب دیگه به حرف هر کسی آقا گوش نکنید. هر کی مثلا هر چی میاد میگه دیگه، بچه‌ها یکم ذهن، یکم عقل، یکم شعور اینا. آره بچه‌ها بحثم به کجا کشیده شد؟ بچه‌ها مرحله بعدی میتونی که به خدا بگم خندتون میگیره. بچه‌ها پودر فیکس، پودر فیکس. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که از انجام دادن بیک من اینقدر ناراحت بشم. البته یه چیزی بهتون بگم، من اگه یک انسان ده نقطه بودم میمدم چی کار میکردم؟ گفتم که نه، شما توی ویدیو قبلی به من گفتید که تو فقط پوستتو ست کن، یه دونه براش شوتی اینجوری کوچولو برمیداشتم خیلی قشنگ و خیلی اینجوری پرنسسی میزنم روی پوستم. اگه هر یوتیوبر دیگه بود همین کارو میکرد، ولی من این کارو نمیکنم. ما واقعا بیک میکنیم، چون من اگه خودم بودم بیک میکردم آقا جان، یعنی اگه کانسیلر زده بودم واقعا من بیک میکردم. پس ما پوست خالیمونو بیک میکنیم، یعنی چیزی اینجا برای بیک کردن وجود نداره، ولی ما بیک میکنیم. رو پیشونیم هم قشنگ بیک میکنم که کرم پودرم و اینا نریزه. البته کرم پودری وجود نداره، ولی ما اوکیه. مرحله بعدی خط چشمه. من یک کوچولو آب اسپری میکنم تو این ظرفی که دارم، یکم براشمو میزنم توش که خیس بشه، میزنم توی هیدرالاینرم. دقیقا همون روزی که روز خیلی خوبیه برای اینکه من یه خط چشم کوتاه رو امتحان کنم، تصمیم میگیرم طبق یه چیزی که تو ذهنمه و خودمم نمیدونم اون چیز چیه، تصمیم میگیرم که یه خط چشم بلند بکشم. حداقل کاش عین هم میکشیدم. الان دیگه چه شبیه هم باشه چه نباشه، من میخوام برم سراغ مرحله بعدی. البته قبلش، چون که این پودرا دیگه به اندازه کافی روی کانسیلر و کرم پودر وجود نداشته، من وجود داشته، اینا رو دیگه میذارم بره. وای چه پوست قشنگی. مرحله بعدی خط لبه. کالر پاپ برینک یی. بعدش باید بریم سراغ ریمل. ای وای فرموژه، میگم این آرایشی قرار بود خیلی زیبا و خوشگل بشه، اینم الان بهش اضافه شد. این الان میبینین؟ آره یی. خب حالا نوبت روژه گونه پودریه، چون من همیشه از روژه گونه پودری استفاده میکنم. این گلدن روز اسمش هست دزایر پینک و شماره 17 و روژه گونه پودریمو میزنم. خاطر شما دارم کمتر بودم واقعا روژه گونه میزنم، همینو راضی باشید. حالا نوبت روژه لبه. بله ترتیب بسیار جالب، برق لب، خط لب، روژه لب. خوشگل شد ولیو. نوبت ژل ابروه. بعد به خاطر شما دارم از این ژل ابرو رنگی استفاده میکنم. دیگه بچه‌ها پر نمی‌کنن ابروامو. میخوام. حالا نوبت مرحله سایه زدن، میخوام از این پلیس شاخه نبات استفاده کنم. بچه‌ها من سایه زدنم تموم شد. It's absolutely horrible. اصلا دوستش ندارم. به نظرم اصلا تمیز و اینا نیست و دلیلش هم دقیقا همینه که قبلش خدشش زده بودم. یعنی قبلش خدشش نزده بودم خیلی بهتر از این میشد، ولی دیگه امروز همینه. خب بریم سراغ کانتور، که من جدیدا دارم از این کانتور الف استفاده میکنم که کرمیه. زیرش کرم بود نباشه خدا رو رنگ نمیده این الان. بله ما الان داریم اینجا رو کانتور میکنیم. بله اصلا این برونزرها باید اول میومد. یعنی الان نوبت کانسیلره. بله روی بیکمون کانسیلر میزنیم، چون که why not. الان همه اونجایی که همیشه این جدن نیه شروع میکنم به بلند کردن و امیدواریم که بلند بشه. بچه ها پچ 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 پچ. ای خب بریم سراغ کرم پود. برای کرم پود از عمد کرم پودر آبرسان تور مثلا مرطوب گلوی انتخاب کردم که اگه خدا بخواد روی این پودرمون این آدم بلند بشه. روش کرم پودر مورد علاقه ام فرن M37. ببین قانونش این بود که من حداقل روی کانتورم، من مثلا روژه گونه‌ام، کرم پود نزنم، ولی خب من دقیقاً مراحل رو باید همونجوری انجام بدم که اگه این اینجا نبود انجام میدادم. میدونی یعنی این کرم پودر رو پودرم خوب میخوابه به خدا. از شیگنم مدل هایدریتینگ اسکن فنایت فکر کنم اسمش، رنگم که من دارم اسمش هست نود.
مثل همون عکسایی که برای بعضیا میفرستین. اینجا هم کرم پود میزنم. اگه نایدین بریم ویدیو قبلی رو ببینین اگه نمیدونین دارم راجع به چی صحبت میکنم. به خدا خوب بلند شد، عجیبن غریبا. بریم سراغ مرحله بعدی و آخر و اونم چیزی نیست جز هایلایتر. خب میگم این الان یعنی مرحله آخر بود، الان یعنی من نمیتونم پودر بزنم رو این پودر، یعنی مثلا بیک بعد مثلا ست کردن بیک، یعنی نمیشه. یعنی بچه ها واقعا بچه ها دهنه تو سرویس بچه ها، این چیه بچه ها؟ ولی پوستم خیلی خوشگل شده ها، خب پوستم واقعا خیلی خوشگل شده، ولی برای 2 دقیقه است. یعنی الان من مثلا جلو رینگ لایت هم نشستم، مطمئنم که مثلا 10 دقیقه دیگه این کاملا همش میریزه، به خاطر اینکه هم ست نشده یا همین که کرم پودر آبرسانیه. خب بچه ها میخوام نظر خودم راجع به تک تک مراحل اعلام کنم. ببین من از اونجایی که دیگه الان نمیتونم چیزی رو تغییر بدم، نمیتونم چیزی رو بیشتر یا کمتر کنم، از سایم با توجه به اینکه قبلش خدچش کشیده بودم، چون میدونم که این تکنیک خیلی از میکاپ آرتیست‌ها که اول خدچشمشون رو میکشن که خیالشون راحت بشه بعد میرن سراغ سایه، ولی من نمیتونم این کارو انجام بدم چون که اصلا به نظر سایم تمیز در نمیاد و دیگه نمیتونم بدون توجه به خدچشم سایه بکشم، یعنی سایه رو بزنم. به خاطر همین سایم با توجه به این که خط چشم قبلش اونجا بوده خوبه، من راضیم. ابروام که اوکیه، کانسیلرم یه کوچولو پچی شده چون مخصوصا اونجا رو بیکم کردم و روش کانسیلر زدم، با اینکه این کانسیلر که مال میبلین بود استفاده کردم نه خیلی مثلا کریمی بود نه خیلی مات بود، ولی بازم یه کوچولو پچی شده. کانتورم که اصلا نیست، اصلا وجود خارجی نداره، انگار اصلا از اولم وجود نداشت، اصلا کلا من اشتباه کردم که از این رنگ خیلی روشن استفاده کردم، با این رنگ تیره اینجوری قشنگ این شکلی می‌زدم، ولی خب حواسم نبود. I'm sorry. روژگونه پودری هم که دقیقاً همونجوری که بهتون گفتم انگار وجود نداره. روژ لبم اصلا تمیز و مرتب نیست، به خاطر اینکه بعدش مجبور شدم کنار لبم مثلا کرم پودر اینا بزنم، یه کوچولو براش بهش خورد و کاملا از اون زیباییش قشنگ افتاد. و در آخر اگه بخوام بهتون بگم آیا من با این آرایش بیرون میرم یا نمیرم، شاید باورتون نشه ولی با این آرایش میرم بیرون. اگه که یه آدم ببین اوکی یلت وایسید، این آرایش اوکیه، فقط کامل نیست، یعنی فقط یه کوچولو برانزر و روژگونه و پودر میخواد، یعنی به نظر من به غیر از اونا مثلا کاملا اوکیه و من با این آرایش میرم بیرون، ولی دور از آدم ها وای میسم. البته شادم نه، شادم واقعا از آدم ها دور وای نسم، فقط میتونم مثلا در حد 1 دقیقه و 48 ثانیه بیرون باشم، به خاطر اینکه بعدش مثلا که تابستونه همه اینا میریزه. و کاشکی که ریبل زیر چشمم یه کوچولو بیشتر بود. خب بچه ها این بود ویدیو امروز. مرسی که تا آخر نگاه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش کنین و برام کامنت بذارین ببینم نظر شما راجع به آرایش من چیه. اگه دوست داشتین کانالمو هم سابسکرایب کنین چون که این خیلی بهم کمک میکنه. همین، تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ. شما گفتم که از نزدیکم بهتون نشون بدم. ببینین یه کوچولو زیر چشمم پچی شده، این ریخته. ولی اوورال اوکیه. بله. و اینجوری شد که مرحله آخر یه بار خیس نشدم. همونجوری که از اسم ویدیو نگاه کردین و متوجه شدین، یعنی چی از اسم ویدیو نگاه کردین؟ از طلای من همونجوری که میتونید مشاهده بکنید، امروز دیگه حتی موهامو نگفتم حالا با موهای باز بیام بعد ببندم، نه که واقعا نمیتونم. It's hot. باورتون میشه که اون البته یه کوچولو گوشین کجه. I'm gonna fix that. احساس میکنم که مثلا نیستم بابا جان، به خاطر اینکه اون ویدیو قبلیه، یعنی قبل از این که گرفتم، اون اولین چیزی بود که داشتم میگرفتم و قشنگ وسط بودم، واضح بود، دوربینم تمیز بود. What؟ فکر کنم که داشتم با سینماتیک میگرفتم. سینماتیک. Oh my god. My phone has that option. I'm so fucking classy. Is this filming? اصلا نمیدونم که چجوریه، چون یادم نمیاد که اون لحظه که داشتم ویدیو میگرفتم با ویدیو خالی بود یا سینماتیک بود. به این نتیجه رسیدم که سینماتیک به درد هیچی نمیخوره. البته ها این برام چیز میشه، ولی I don't know. I would like to move. و دوست ندارم که مثلا اینجا هم تار باشه و یه دستم هم بیاد. میدونی؟ وای یعنی بچه ها واقعا من خیلی نامرتبم. How do you watch me? الان یه هنگ اوکی هم دیگه.
میرم چون شلوار لی پوشیده بودم تو تابستون. آخیش خونکی بابا، این هم بهتره. باچه هجوین